بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز می خواهیم در این ویدیو مثال دو هفته ما کار کنیم. در مثال دو هفته برای ما سه قوه را داده، قوه اف یک، قوه اف دو و قوه اف سه. برای ما گفته که شما مسئله قوه ها را پیدا کنید، آره مساوی به چی میشه، و دیگه گفته تیتا را مساوی به چی میشه تیتا پیدا کنید. و از طریقی که ما استفاده میکنیم، طریقی چی است؟ طریقی تحلیلی می خواهیم که آره پیدا کنیم. همچنان شما میتونید که طریقه گرافیکی را استفاده کنین، اما طریقه گرافیکی به این شکل میشه که شما اول باید از قوه F2 و F3 را با هم مسئلهش پیدا کنین. وقتی مسئله از دو قوه را پیدا کردین، این مسئله را چی میکنین؟ دوباره باز همراه F1 مسئلهش پیدا میکنین که مسئله تمام قوه ها با زوح پیدا میشه. یک چیز طریقه تحلیلی خوب است که در یک وقت میتونه که چندین قوه ها را با هم مسئلهش پیدا کنه، اما در طریقه گرافیکی نمیتونیم ما چندین قوه را پیدا کنیم، صرف میتونیم دو قوه را با هم جمع کنیم و مجموعه از دو قوه را با قوه سیومی مسئله شو پیدا کنیم. خیلی بخاطر تحریک تحلیلی ما چی میکنیم؟ اول باید ما رکتنگولر کامپوننت یا مرکبه های مستطیلی را پیدا کنیم. بخاطر دریافت مرکبه های مستطیلی چی میکنیم؟ ما عمود رسم میکنیم بالای محورات از انجام قوه ها. اینجا یک عمود رسم میکنیم به شکل، و یک عمود اینجا رسم میکنیم به شکل. یک قوه ما اینجا رسم میشه، یک قوه میشه F2X، یک قوه اینجا رسم میشه که میشه F2Y. وقتی که این F2X شده در این بالا کس این ایزول یا F2X میشه، بخاطر که دوتا موازی است. وقتی که F2Y شد و این قوه و این ایزول دیگام چی میشه؟ F2Y میشه. اینجا میکنیم که یا F2Y است به این شکل. حالا می خواهیم که F3 را مرکبای مستطیلش پیدا کنیم. پای عمود رسم میکنیم بالای محورات، این رقم یک عمود رسم میکنیم و همچنان این رقم یک عمود رسم میکنیم. یک قوه اینجا جور میشه، این میشه F3X، و همچنان یک قوه اینجا جور میشه، این میشه F3Y. حالا وقتی که F3X شده که بالا چی میشه؟ اینی F3X میشه، و همچنان اینکه F3Y شد و یا میشه F3Y بشه. حالا ما میخواییم قیمت های مرکبه را پیدا کنیم. خیلی نشته میکنیم که قوه F2 چند مرکبه داره؟ دو مرکبه، یکی مرکبه X و مرکبه Y. قوه F2 ما که زاویه چند درجه میسازه؟ 45 درجه. خیلی 45 درجه وقت ساختک مثلث هم چیست؟ مثلث قایم زاویه است. خیلی چی میگیریم ما؟ ساین تعریف میکنیم و همچنان کوساین تعریف میکنیم. ساین 45 و همچنان کوساین 45 درجه مساوی میشه با از اینجا ساین 45 که در این مثلث ببینیم، ساین 45 مساوی میشه با ضلع مقابل بر وتر، یعنی مقابلش F2X و وترش هم 150 نیوتن. خیلی نشته میکنیم که F2X بر 250 نیوتن. این چه مساوی میشه با اگر F2X رو پیدا کنیم ما، F2X مساوی میشه با 250 ضرب ساین 45 که اگر ضرب کنیم ما این جوابش مساوی میشه با 176.78 نیوتن. این شده که یک مرکبه ما. حالا که بخواییم که کوساین 45 رو بگیریم، کوساین 45 مساوی میشه با ضلع مجاور بر وتر. ضلع مجاور ما میشه اینجا F2Y میشه، وتر ما 250 نیوتن. اینجا نشته میکنیم که F2Y بر 250 نیوتن. از اینجا F2Y قیمتش مساوی میشه با اگر 250 رو ضرب کوساین 45 کنیم، F2Y ما میشه 176.78 نیوتن. این شده که مرکبه دیگه ما. حالا میخواییم که قوه F3 را مرکبهش پیدا کنیم. بازم در اینجا بر ما زاویه نداده. خیلی بخاطر از این ما چه رقم میکنیم؟ اگه اینجا نشته کنیم ما ساین تیتا و کوساین تیتا. در اینجا ما تیتا را نداریم، خواه ما میل داریم. اگه اینجا شما دقت متوجه شوین، در اینجا اگر من یک زاویه را فرض کنم، زاویه تیتا این مثلث بزرگ، و همچنان اینجا هم چی میشه؟ این زاویه تیتا میشه، این زاویه مثلث کوچک. ساین تیتا مساوی میشه با در مثلث بزرگ ساین تیتا چی است؟ از ضلع مقابل بر وتر، یعنی F3Y بر 200. همین شده میکنیم که F3Y بر 200. از اینجا مساوی میشه با F3Y اگر پیدا کنیم، مساوی میشه با ساین تیتا ضرب 200. های بجای ساین تیتا چی نشتا میکنیم ما؟ نشتا میکنیم که 200 ضرب بجای ساین تیتا
ما چی نشتا میکنیم؟ دی مثلث خرد میریم ساین چی زل مقابل بر وتر، یعنی زل مقابل سه میشه و وترش هم پنج. نشتا میکنیم سه بر پنج بجای ساین تیتا. از اینجا این مساوی میشه با 120 نیوتن به شکل ایده ما پیدا کردیم. اگر ما اینجا کوساین میگیریم در این مثلث بزرگ کوساین تیتا مساوی میشه ضرب مجاور بر وتر، یعنی اف 3x بر وترش هم 200 نیوتن. از اینجا اف 3x مساوی میشه با 200 ضرب کوساین تیتا، های 200 خودش ضرب کوساین تیتا. بجای کوساین تیتا ما چی نشتا میکنیم؟ بجای کوساین تیتا ما اینجا در مثلث خود میریم کوساین تیتا چی است؟ سالم مجاور بر وتر، یعنی 4 بر 5. خیلی نشتا میکنیم که 4 بر 5. از اینجا اگر ما ایرل کنیم این میشه 160 نیوتن. به این شکل این مرکبه من پیدا شده و همچنان اف یک کس در خودش یک مرکبه داره و مرکبه اف یک است اف یک اکس قیمتش میشه خودش 400 نیوتن. این هم پیدا شد. حالا میایم به مرحله دوم. مرحله دوم باید چی رو پیدا کنیم؟ مجموع قوه ها را در محور x و محور y پیدا کنیم. خب اینجا نشته میکنیم که سیگما اف اکس مساوی میشه با چی و سیگما اف وای مساوی میشه با چی. اول اینجا باید تس مجهت تعیین کنیم. من میگم در محور x من طرف راست چی فرض میکنم؟ مثبت فرض میکنم و همچنان در محور y طرف بالا را من مثبت فرض میکنم. به شکل در محور x ما چند قوه داریم؟ در محور x ما سه قوه داریم. یک قوه f1 ما میشه و دیگه f2x میشه و دیگه f3x میشه. خب اینجا نشته میکنیم که نشته است f1 است و یکی f1x. به خاطر که f1 جهتش به این طرف است خب چی میتونم من اینجا باید پس یک منفی بتیم؟ منفی f1x و مثبت f2x. به خاطر که f2x جهتش این طرف است چی میشه؟ جهتش مثبت میشه و دیگه منفی f3x بخاطر که جهتش خلاف از این جهت است چی میتونیم؟ منفی 3x. این شده یک قوه هایی که در محور x قرار داره. سه قوه داریم ما در محور x. حالا ما قیمت گذاری میکنیم f(x) چند است؟ قیمتش 400 است. نشون میکنیم منفی 400 نیوتن. باز مثبت قیمت f2x ما کسته اگه اینجا شما ببینین 176.78 است، 176.78 نیوتن. منفی f6 ما چند است؟ قیمت f6 اگه اینجا ببینیم 160 نیوتن میشه. اگر ما جمع و تفریق کنیم قیمت از مبرای 383.22 نیوتن. به شکلی قیمت ما پیدا کردیم. حالا میخواییم که مجموعه قوه ها رو در محور وای پیدا کنیم. در محور وای چند قوه داریم؟ ما دو قوه داریم. یک قوه f3 وای است که با رنگ سبز میبینید و دیگه f2 وای است با رنگ سرخ. اینو شما میکنیم f2 وای جمع f3 وای. به شکل اردوش که از جهتش به طرف بالا است و هم جهت از این خیمه قرار دادیم هم جهت از این سچی میکنیم اردوش مثبت میاد. این مساوی میشه. از بالا قیمتا رو میگیریم. f2 وای ما چند است؟ f2 وای ما 176.78 نشتا میکنیم 176.78 نیوتن. مثبت قیمت f3 ما چند است؟ f3 y ما 120 نیوتن. از اینجا اگه دو تا را ما جمع کنیم این میشه 296.78 نیوتن. به این شکل قیمت ما پیدا شده. حالا مرحله بعدی چی میکنیم؟ ما قیمت r پیدا میکنیم. قیمت r ما مساوی میشه به جذر سیگما اف اکس مربع جمع سیگما اف وای مربع. از اینجا این مساوی میشه با قیمت ها رو وزن میکنیم به جذر قیمت سیگما اف اکس ما 383.22 تا این مربع میکنیم جمع 296.78 کل مربع. از اینجا وقتی که ما محاسبه کنیم این میشه 484.7 نیوتن. این شده یک مسئله ما. در اینجا وقتی که این محاسبه کنیم جواب بده چی میبره؟ منفی 383.22 میبره. یک منفی اینجا از پیش ما مانده بود پیشتر
که اینجا منفی میشه، به خاطر که منفی 400 مثبت 176 اشاره 18 منفی 160 میبانه منفی 383 اشاره 22 نیوتن. این شده که افکس ما و یا وای ما و ای مسئله ما. حالا میخواییم که امی قیمت ها را به شکل چی؟ به شکل گرافیکی رسم کنیم. خطکش اینجا میگیریم و یک محورات رسم میکنیم، محور وای و همچنان محور ایکس رسم میکنیم به این شکل، محور ایکس ما. این محور ایکس ما میشه و این محور وای ما. حالا میخواییم که امی قیمت ها را اینجا رسم کنیم. قسمی که شما میبینید که قیمت افکس ما چی است؟ منفی 383 اشاره 22 است. شما میفهمید که منفی باشه و ایکس باشه در کدام ناحیه می آید؟ در ناحیه دوم می آید. اینجا یعنی در این محور بالایی محور می آید. اینجا ما نشانی میکنیم قیمت رو میگیریم. قیمت چی رو نشانی میکنیم؟ اینجا فکر خاص میکنیم که قیمت ما منفی 383 اشاره 22 است. به شکل و همچنان در محور وای سیگما اف وای ما چند شده؟ 296 اشاره 78 مثبت است. خیلی در جهت مثبت وای می آید. اینجا جای نشانی میکنیم. اینجا این میشه 296 اشاره 78 نیوتن. در اینجا برای ما دو خواه جور میشه، یک خواه 383 اشاره 22 و دیگه خواه 296. یک خواه اینجا است و یک خواه در اینجا. به این شکل دو خواه را به شکل گرافیکی رسم کردیم ما. حالا میخواییم که چی را پیدا کنیم؟ مسئله را پیدا کنیم. مسئله شی رقم میشه. ما باید از انجام از این موازی با محور وای رسم کنیم به این شکل و همچنان از انجام از این موازی با محور وای. بعد خطکش رو میگیریم و اینجا رو وصل میکنیم به این شکل. وقتی که رو وصل کردیم اینجا قوه وجود میکنیم که قوه رو به نام چیز میکنیم؟ به نام آر ما کست قیمتش مسایز به 484 اشاره 7 نیوتن. این شده که حالا برای ما چی دارم خواسته؟ زاویه را خواسته. باید ما این زاویه را پیدا کنیم، تیتا را. خیلی از اینجا ما گفتم میتونیم که تیتا مساوی میشه به تانجانت معکوس زاویه. تانجانت چیه؟ ضلع مقابل بر مجاور. ضلع مقابل ما چی میشه؟ 296 میشه. گفتم میکنیم 296 اشاره 78 بر ضلع مجاور ما میشه 383 اشاره 22 به شکل. از اینجا اگر تیتا رو ما پیدا کنیم، از اینجا تیتا مساوی میشه با 37 اشاره 76 درجه. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.